سلام سلام امیدوارم حالت خوب باشه میخوام اونجا به خاصیت زنجبیل برای درمان سرماخوردگی با هم دیگه صحبت کنیم بچه ها زنجبیل فواید زیادی داره که مهمترین فوایدش به عنوان آنتی بیوتیکه اما قبل اینکه بریم سراغ این از این ویدیو اگه به موضوع پوست و سلامت زیبایی علاقه‌مندین حتما چنل هم سابسکرایب کنید ویدیو لایک کنید و نظرتون رو قسمت کامنت بنویسید زنجبیل علاوه بر اینکه آنتی بیوتیک طبیعیه واسه درمان سرماخوردگی آنفولانزا کمک به درمان التهاب تقویت سیستم ایمنی درمان سرفه و تنگی نفس کاهش علائم بیماری های ویروسی افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت ها و تقویت آنتیبادی های سیستم های ایمنی میشه بچه زنجبیل حاوی جینجران هستش که به عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی عمل میکنه و در درست بدن رو اینقدر مقاوم میکنه در برابر ها و افونت ها که تمام در از افونت هایی که حتی تو بدنتون هم وجود داشته باشه اونها رو کاملا دفع میکنه به عنوان یک آنتی اکسیدان خیلی قوی برای حفظ سلول های سالم بدن هستش و منبع قرنی از پتاسیم، منیزیم، کلسیم و, و فسفری که نقش ما تو حفظ سلامت بدن داره و باعث بهبود عملکرد عضلات بدن میشه خاصیت ضد عفونی کننده داره چون داخلش تربنوید ها و فنول ها هست که خاصیت ضد عفونی کننده داره باعث میشه که در از های باکتریایی کاملا درمان بشه و حفظش سیستم ایمنی بدن خیلی خوبه چون باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه برای درمان سرماخوردگی و آنفولانزا خیلی خوبه چون خاصیت ضد التهابی و آنتی ویروسی داره باعث کاهش علائم و بهبود سریعتر بیماری های ویروسی میشه خاصیت ضد التهابی داره که تو پیشگیرو خیلی از درمان ها میشه ازش استفاده کرد و باعث تقویت سیستم دفاعیه و از طرفی باعث میشه که عفونت هاتون سریعتر بهبود پیدا کنه باعث درمان صوفه ها و تنگی های نفستون میشه از طرفی برای اینکه بخواین ازش استفاده کنید بچاییتون باشه خود زنجبیل رو داخل آبی که در حال جوشیدنه بذارید بعد از حلوش تقریبا یک یا 20 دقیقه خود زنجبیل رو در و بعد میتونید از اون آن به عنوان یک دمنوش ازش استفاده کنید حالت بعدی این هستش که خود زنجبیل رو بخواید ونده کنید توی برنامه غذایتون یا تو سالادتون بخواید ازش استفاده کنید حالت بعدی اینه که خود زنجبیل رو به از حالا بحث دمنوش میتونید به صورت چایش میل کنید یعنی به جای اینکه از خود گیاهش استفاده کنید به صورت چایی تی تو بازار وجود داره که شما میتونید از اون استفاده کنید یادتون باشه که زنجبیل بچه خاصیت ضد قارچی داره و برای کسایی که پوستشون خیلی دچار در از هم آلرژی میشه و همون که خیلی قارچ میزنه قارچ های پوستی میزنه خیلی مفیده حتی شما میتونید خود زنجبیل رو پوستتون به صورت مستقیم بزنید ولی یادتون باشه ممکنه بهش آلرژی یا حساسیت داشته باشید بهتره که با یک ماده دیگه اگه میخواید به صورت مسک صورت ازش استفاده کنید با هم دیگه ترکیبش کنید و و پوستتون بزنید مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من هم بودید اگه خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید نظرتون رو تو قسمت کامنت برای من بنویسید و این ویدیو عزیزانتون هم ارسال کنید